ما از تجربه خود بگویم رستم جان، من قدر کوشش میکنم که گوشت را قاق بکنم از پیشم خراب میشه. رستم جای مخصوص میخوای زحمت داره. تا جایی که من شنیدیم و خبر دارم میگنم گوشت قاق از گوشت تازه کده قیمت تر است، راست است؟ بله، به خاطر که گوشت تازه 4.5 صد است، گوشت قاق 7.5 صد. خاطر 2 کیلو تازه 1 کیلو خشک میشه، وزن کم میشه، سبک میشه. وزنش کم میشه، سبک میشه. خشک میشه تقریبا 2 کیلو تازه 1 کیلو خشک میشه. رستم جان، بیشتر از کدام گوشت کدام حیوان که قاق شوه یعنی مزه‌دارتر میباشه؟ معمولا همین لاندی که از بسیار مشهور به گوشت خود گوسفند است و بسیاری که بسیار مشکل دارد بزام میسر خشک بکنن، از گوساله هم خشک میکنن. خب مشهور که زیاتر هم گوسفند است. گوسفند است بله. لاندی هم از گوسفند میشن؟ لاندی گوسفند بله. مهربان خدای پناما د مینی ډک سلامونه وړاندې کوم ټول لیدونکو ته، ټول هیوادوالو ته، هر چیرې چې سلادي وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وایست. خوشاله یم چې بیا هم زه فرشته زمي ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. دوستو عزیز، خوشحالم که در خدمت شما عزیزان بیننده قرار دارم و قسمی که شما در تصویر میبینین، امروز به یک صاحب بسیار معروف و مشهور آمدیم، به یک مکان بسیار قشنگ پر جام و جوش آمدیم که این مکان قشنگ پر جام و جوش کوچه کافروشی نام داره. کوچه کافروشی یکی از کوچه های بسیار معروف و مشهور قدیمی شهر کابل جان است که در قلب کابل موقعیت داره که بیشتر از 300 سال قدامت این کوچه است. در کوچه کافروشی نه تنهایی که پرنده های قشنگ به فروش رسانده میشه، بلکه یعنی دکان های مختلف موجود است که هر آنچی بخواین در این کوچه به دست آورده میتانین. امروز آمدیم بخیر که به تصویر بکشانم و معلومات بیشتر حاصل بکنیم در رابطه با گوشت قاق. گوشت قاق یک غذای بسیار معروف و مشهور افغانستان عزیز ماست که بیشتر در فصل زمستان از گوشت قاق استفاده میشه. یک غذای سنتی است که یعنی طعم بسیار خوشمزه داره، بوی بسیار خاص داره که بیشتر در مراسم های خاص، در مراسم های مهمانی استفاده میشه و در فرهنگ ما مروج است بیشتر. امروز آمدیم که به تصویر بکشانم، از قیمتش آگاهی حاصل بکنیم، ای که طریقه خشک کردن گوشت قاق چگونه است معلومات حاصل بکنیم، بیشتر با مسئولین و فروشنده های گوشت قاق صحبت می داشته باشم. انشاءالله که تا پایان از گزارش با ما همراه باشید. بیننده های گرامی، قسمی که در آغاز یادآور شدم به کوچه معروف و مشهور کافروشی آمدیم که نام خدا ماشاءالله یک کوچه بسیار پر ازدحام است، عبور و مرور هموطن عزیز بسیار زیاد است، یعنی بسیار بیروبار است نام خدا. و قسمی که گفتم میخوایم در یکی از دکان های گوشت قاق بریم بخیر در رابطه با گوشت قاق بیشتر معلومات حاصل بکنیم. و خوشبختانه که دکاندار و یا فروشنده گوشت قاق در دکان حضور دارن، صحبت هایشان همی داشته باشم. سلام، خسته نباشین. سلام علیکم. سلام، شما خسته نباشین، روزتان بخیر. سلامت باشین. یک کم بلندتر اگر صحبت بکنین. بچه شمت من. نامتان؟ رستم هستم، یک دکاندار کوچک کافروشی. رستم جان، چقدر وقت است که این مسلک پیش میبریم؟ بله، این مسلک ها خصوص اقلی من در قدامه اش صاحب کنیم 30-40 سال پیشتر میشه گوشت خواه در این منطقه است. خب من 5-10 سال میشه جستم. 5-6 سال؟ بله. رستم جان، در رابطه با قدامت تاریخچه و قدامتش چقدر وقت میشه؟ آگاهی دارین؟ بله، این تقریبا اگه حساب قدامت حساب کنی 100 سال هم زیادتر میشه. از پدر کلام ما که یاد ما میگه که لاندی میگن، همی گوشت لاندی که است تقریبا 100 سال هم زیادتر قدامت داره. خود مردم بازار معمول که بسا مردم کابل میگیرن مشهور است، بسا به لاندی پلاو یا لاندی که میگن گوشت قاق تقریبا قدامت 100 سال هم زیادتر است. لاندی پلاو از گوشت قاق میشه؟ بله، دوباره کس لاندی میکنه، کس شوروا میکنه، کس بسا برند میکنه، زیر برند دیگه رقم پخته میشه. آها، بسیار خوب. گوشت قاق بسیار یک غذای بسیار معروف است، مشهور است و هر کسی مهارت نداره که گوشت قاق بکنه و من از تجربه خود بگویم رستم جان، من قدر کوشش میکنم که گوشت قاق بکنم از پیشم خراب میشه. دلیلش چی است؟ دلیلش کدام چیز مهم نیست، به خاطر هر کسب کار یک
طریقه داره. یک طریقه داره، می طریقش اگه بگوین رستم جان. طریقه خاص نداره، خب حساب جای مخصوص میخواد، زحمت داره. دیگه با خبری مثلا چه قسم از کدام مواد استفاده بکنیم؟ از نمک، مرچ مثلا استفاده میشه نمیشه؟ نه چیز دیگه، فقط نمک از هوای آزاد یا کدام چیز کار نمیشه. نمک هوای آزاد. جای مهم که جای مشخص باشه، شمال باشه. دیگه تو جای مخصوص کار نداره. جای سایه باشه یا آفتاب باشه؟ سایه تر باشه، معمولا سایه می باشه. در سایه هم خشک میشه؟ آه بله. اگر آفتاب باشه، مصاحی که گوشت قاق شد آفتاب باشه چطور؟ این حساب گوشت خراب میکنه خود آفتاب که باشه. در سایه خوش میشه، بعد ما جای مخصوص داریم، طرف های دیسب جای داریم، طرف سالنگ جای سرده. دو جای جور که مخصوص به خاطر همین گوشت ما. خب. رستم جان بیشتر از کدام گوشت کدام حیوان که قاق شوه یعنی مزه دارتر می باشه؟ معمولا همین لاندی که از بسیار مشهور به گوشت خود گوسفند است و بسیاری که بسیار بود مشکل داره از بزام مثلا خشک میکنن، از گوساله هم خشک میکنن. خب مشهور که زیاتر هم گوسفند است. گوسفند است بله. لاندی هم از گوسفند میشه؟ لاندی گوسفند بله. زیاتر میشه دیگه، حساب کار ما می است. از ما بسیارتر این کار ما گوسفند است. بسیار خوب. رستم جان خودتان از کجا هستین؟ آیا خودتان هم در خانه از طرف زمستان لاندی میکنین نمیکنین؟ بله من خودم از خود کابل هستم، تقریبا از پدر کلان خود کابل هستیم. دیگه معمولا یک چیز واضحه که چیز خشک میکنیم خودم استفاده میکنیم میخوریم تا به خاطر که مزه جا بفهم که اگه تو مزه میده بگیم درست است. بله بسیار خوب. بیشتر در زمستان همی صندلی که استفاده میکنن، از صندلی از بخاری دم پیش چری که بشینی خانم گرم باشه و یک شولی غوربندی آماده بکنی و یا لاندی پلاو که میگن در کنار هم با فامیل یا مراسم خاص باشه چقدر لذت بخش است؟ ولی یکی از یک جز اوستانه است، بخصوصا به مردم کابل زمستان یک جز اوستانه گفتم میشه. زمستان حتما کسی که توانش داره 3-4 بار استفاده میکنه و مواد زمستان صندلی باشه یا بخاری باشه واقعا زیادتر حساب مزه میده و لذت بخش است. بسیار خوب. رستم جان به جز از فصل زمستان در دیگه فصل هم استفاده میشه مردم میخرن؟ ولی وقدر استفاده نمیشه در گرمی به خاطر خود گوشت گوسفند هم گرم است و هم به حساب مزه شیاش در زمستان. چرب هم است. چربی خب بله. بادم لاندی کردم زیادتر در زمستان مزه میتم به حساب مردم زیاد تقاضا میکنن و استفاده میکنن. آها امی طریقی پخته کردنش اگه بگوین بعضیا نمیفهمن، نمک هم اضافه میکنن، روغن هم اضافه میکنن، یعنی قسمی میه او شوربا و یا او غذا که از خوردن نمیباشه، هم چرب زیاد میباشه هم شور میباشه. یک بار ما هم تجربه کردیم. بله نه طریقش خمید که بسیار عدد قرار که میرند نیم ساعت یا 40 دقیقه ما هم سبرین ور تر میکنن کم خود گوشت آماده پختن کنه هم نمکش از بین بره و دو فر دیگه اوکش میکنه در وقت پختن میکنه یا شوربا میکنه یا زیر برین به نمک دیگه بسیار کم پرتن یا هیچ نپرتن. این تپرتن هم مشکل نیست به خاطر که خود چون در نمک استفاده میشه در وقت خشک کردن، یعنی جذب میکنه به خود، یعنی ضرورت نیست که نمک اضافه بکنیم. فقط یک وقت 40 دقیقه یا نیم ساعت دم باو گرم که شیر کاری بونین هم گوش خود آماده میکنه هم نمک بخیر از بین میره. یگانه میگه نمک وقتی که دو فرق بشویم نمک کلا از بین میره، مثل گوش تازه میشه آماده پختن میشه دیگه مشکل نداره. یعنی نیم ساعت پیش که تر بکنیم داو جوش نمکش از بین میره، پس دوباره باید نمک اضافه بکنیم. اگر نیاز بود اضافه میکنه، اگر نه که نبود به حساب کم شورش میمونه. بله کم میمونه به خاطر بسیاری هم خارجی ها یگان تا خارج که میگم گوشت شد چور باشه گوشت قاق نمیشه اگر تم شورمزگه کست به خاطر که در نمک اخته میشه مثلا خشک میشه در ملابلایش نمک است. نکته بسیار خوبی را اشاره کردین رستم جان. بیشتر خریدارایتان از کدام مناطق است؟ از کدام کشور است؟ از کدام ولایت است؟ ولی زیادتر مردم خود کابل است، از ولایت های ما است، حتی از خارج ها مردم که میاد بسیار افغانی خود ما میاد میبرن یا تقاضا میکنن بسیار کس قوم خشکان اگه باشه میطلبن. دیگه زیادتر خود مردم کابل استفاده میکنن. از کشورهای مختلف همچنان هم افغانایی که زندگی میکنن اگر بیان دق میارن پشت اوسانه و اوسانه هم اوسانی بسیار معروف است، بخصوص در فصل زمستان بسیار بیشتر یعنی استفاده میشه. و از امی گوشت قاق میدانیم چند نوع غذا آماده بکنیم؟ هم لاندی پلاو است، هم یک قسم شوربا است، قورما میشه. بله پلاو. چندین نوع غذا آماده میشه؟ نی چند نوع؟ من سی نمیشه یاد دارم. میشم روش قورما میکنن، لاندی پلاو میکنن، دیگه بسا پلاو کده چلاو بسا که میگن چلاو کش میشه. شولا استفاده میکنن؟ شولا بسیار استفاده میکنن. بله دلدام استفاده میشه فکر کنم. هر چیز خلاصه که مثلا گچ استفاده کنی مکس پخته کنی به استفاده میشه. زیادتر مشهور کرد و خدم شورواش مثلا مشهور لاندی پلاو شوربا زیاد مشهور است. بله دو چیز مشهور نان گرم تندوری باشه، ترکاری باشه، شوربای شوربای گوشت قاق باشه. گوشت قاق بسیاری سابقا میگن که نان گندم گوشت گوسفند هیچ وقت دل نمیزنه و دیگه چیزی که واقعا اگه وسانه است قویام است یا
حقیقت چیز خوشایند است. در رابطه قسمی که گفتین یادآور شدین بسیار قوی است. در رابطه با فایدهش اگر معلومات داشته باشین که بیشتر نوشو جان بکنن، خریداری بکنن هموطنان عزیز. خود از ذات شمع گوشت که خوش پروتئین داره. یک چیز قوی است، یک چیز انرژی بخش است. و کسایی که از داخل هستن سالم است. منظور سالم بودن که تکلیف قلبی نداشته، فشار نداشته باشه. یک چیزی که نیاز است مثلا گوشت. پروتئین داره، به حساب بدن آدم نیاز داره، باز خوشمزام است. دیگه نیاز است آدم بخوره. واقعا و در فصل زمستان دیگه هم خوشمزه است، هم مفید است، هم رس، یعنی بسیار در فرهنگ ما یک رواج است بس. که باید در خانه گوشت قاق موجود باشه و کسی که میمان آمد میگن اگه گوشت قاق دارین یک شوربا بکنید. دیگه ما گوشت قاق ما کارمون گفتیم چند قدمت تقریبا 100 سال زیادتر است کارمون میست. ما خود مومده ایجا جور میکنیم و دوکانهای دیگر رو ما تقسیم میکنیم و تا شارنه و تایمنی و پرچون و تلای دیگر که هست از ما میبرم و دش پیش خود ما هستن. بسیار از ما مشهور است، بسیار گوشت خواه با مشهور است از ما. تا جایی که ما شنیدیم و خبر دارم میگنم گوشت قاق از گوشت تازه کده قیمت تر است. راست است؟ بله، به خاطر که گوشت تازه 4.5 است، گوشت قاق 7.5 است. خاطر 2 کیلو تازه 1 کیلو خشک میشه، وزن کم میشه، سبک میشه. وزنش کم میشه، سبک میشه. خشک میشه تقریبا 2 کیلو تازه 1 کیلو خشک میشه. اگر ما خاطر قیمت است؟ بله، اگر مقایسه کنی بازم از گوشت تازه که ارزان است. 2 کیلو تازه ما میشه 900 ربم یا 7.5 است. به خاطر که وزن کم میکنه، اوش خشک میشه، به حساب گوشت خود سبک میشه. سبک میباشه. بله، به خاطر اگر قیمت تر از تازه کده. یعنی کیلو 700 است یا 7.5 است؟ 50 ربم. 750 افغانی. بله. قیمت است. ولن به نظر و گوشت تازه مقایسه کنی ارزان است. اگر مثلا اخته کنی ترش کنی مثلا پس اون زیاد میشه. 1 کیلو 2 کیلو میشه. بله، 1 کیلو 2 کیلو میشه. آه، وقتی پختش خوش میشه، زیاد میشه. تو برین رو وای میکنه گوشت حالا خشک است، بخاطر تازه شده دیگه خوب میشه. بسیار خوب. خب در رابطه با قیمتش رو معلومات حاصل کردیم، در رابطه با فایده شو، در رابطه با طرز تهیهش هم چونه که گرچه طرز تهیه خاص نداره، مواد لازمی خاص به کار نیست، فقط نمک است و امو راهکارها و شیوه های چنین چه از کدام شیوه استفاده شوه، چگونه باید استفاده بکنیم که گوشت از پیش ما خراب نشه. وقت یک هموطن ما یک گوسفند میگیرن میگن ما لاندی میکنیم، چقدر به امید و آرزو و عوض چون عوضانه است لاندی میکنن، اما خدا نخواسته اگر طریقش نفامن از پیششان خراب میشه. طریق یک هست و از کلش که مهم جایش است که جای هوای آزاد باشه، آلوده نباشه، پاک باشه، سی باشه، این مهمتر است. دیگه بازی زیاده که کنم چیز دیگه نده، فقط نمک است، هوای آزاد و دیگه با خبری بسیار اون مهمتر است. اگر در فضای قید باشن این اکسیژن نباشه یا کلکین باز نباشه، یک جایی باشه که مثلا در و دروازه و کلکین قید باشه و اکسیژن داخل نشه خراب میشه. طبعا دیگه حالا در جای بسید خانه نفر شیشته اکسیژن نباشه می احساس خستگی میکنه، نفس تنگی وارد. یه خوب بسید گوشت است که به جان است، باید هوا باشد، اکسیژن باشد، هوای آزاد باشد برش برسه که بسید خراب. در چقدر وقت یک گوسفند قاق میشه، لاندی میشه؟ 20 روز، 25 روز. بله، صحیح قاق میشه. خب صحیح حساب جای واقع. گوشت قاق در ظرف 25 روز که نی قاق میشه، آماده خوردن میشه یا یعنی آماده پخته کردن میشه، در چقدر وقت خراب میشه؟ خراب نمیشه، فقط گوشت سر باشه موی خرابیش نیم نمک جای برسه مکمل، این گوشت حداقل تا 3 4 ماه خراب نمیکنه. در 3 4 ماه گوشت قاق خراب نمیشه. 4 ماه زمستان که است شروع میکنیم الا تا ماه عمل گوشت ما ختم میشه دیگه مشکل نیست. اگه باشم باز فریزر داریم نگاه میکنیم. یعنی گوشت قاق میتونیم در فضای سرد نگهداری بکنیم؟ مشکل نیست، تا 6 ماه تا 1 سال نگاه میشه. حتی تا 1 سال میتونیم در یک فضای سرد نگهداری بکنیم خراب نمیشه. نمک شوا به حساب نگهداری صحیح شاید مشکل نداره. بله. بسیار خوب، سلامت باشین. تشکر از معلومات بسیار خوب و مفیدتان. ان شاءالله که بیننده های عزیز معلومات حاصل کرده باشن، چون فصل زمستان آمد بخیر. بیشتر از هموطنان عزیز ما میخوان لاندی بکنن، گوشت قاق بکنن، اما بعد از هموطنان عزیز که نمیفهمن طرز قاق کردنش را، یعنی طریقی گوشت قاق نمیفهمن که چه قسم قاق میشه، از چی استفاده میشه، با کدام طریقه، یعنی با کدام مهارت، این مهارت شنا داشته باشی، خدا نخواسته یک گوسفند کلان حیف میشه. بله بله، طبعا یک متل کلان میگه سکندر جهانی بی پیر مرا بر خراب بود. دیگه هر چیز از طریقه داره، از خود اکثر داره، یک کار داره دیگه. واقعا مسلکی که نباشیم دیگه سخت است، یا مسلکی باشیم یا پرسان بکنیم. مشکل نیست، مشکل نیست. سلامت باشین، تشکر. بس خودت هم در روزهای زمستان
میمانی های خاص برگزار میشه، از زمستان خودتان استفاده میکنین، گوشت قاق برشان پخته میکنین؟ طبعا نگال ما گفته فروشنده گوشت قاق هستیم، نگال من میمان که باید تقاضا میکنه که بسا بریم خانه فلانی که گوشت قاق خوردن باید گوشت قاق نستم جان شان بریم گوشت قاق خوردن چون فروشنده هستن. من از قدمتون من دارن بله دیگه در دکان و بعض مخواب پخته میکنیم روزا جمعه که باشه اگان جمعه بسات به اینجا دیک بچه هزونی میکنیم بسا بچه ها دیگه طبعا دیگه خانه میبریم حتما دوستا که بسات قوم خیش هست دیگه مشهور هست بسات گوشت خاک خانه ما که میبریم فلانی خانه فلانی گوشت خاک بخوریم در زمستان دیگه مهماندار میباشی طبعا سلامت باشی تشکر از معلومات بسیار خوبتان انشالله که وقت مشتری ها رو نگرفته باشم مزایم نشده باشم سلامت نیش گپ نیست سلامت باشین تشکر همیشه موفق باشین پیامتون چی است به همتان عزیز پیام خاص نداریم دیگه جایی که بساب مردم افغانستان از سربلند پیروز باشن به با امید که افغانستان سربلند موفق باشن سلامت باشین شما هم چنان در کار بارتان برکت سلامت زنده شما هم تشکر یک جان که بساب ما وقت دادین بساب صحبه کردین زنده باشین خسته سلامت باشین همیشه خوش بدرخشین خوش باشین سلامت تشکر خب دوستای عزیز من پس از اینجا پایین شوم که خدا نخواسته نفتم کوچه کفروشی کوچه بسیار معروف و مشهور و آمدیم که در رابطه با گوشت قاق معلومات حاصل بکنیم تشکر از رستم جان که معلومات دادن و در رسته همچنان دکان های گوشت قاق هست ببینیم که دیگه همتان عزیز ما دیگه فروشنده ها چی گفتنی دارن یک معلومات مختصر از اون دکان ها میداشته باشیم دوستا قسمی که یادآور شدم آمدم به یکی از دکانهای دیگه گوشت قاق صحبتهای هموطن عزیز را که فروشنده گوشت قاق هست می داشته باشم سلام خسته نباشین سلام علیکم خوب هستین صحت خوب خیرتی است سلامت باشین تشکر نامتان و چقدر وقت است که در این مسلک مصروف هستین اسم بسم الله ربانی زاره یکی از دکانداران کوچه کافروشی بغل مسجد پلخشتی مدت 31 سال 32 سال میشه که مدام اینجا هستم نام خدا ماشاءالله خود چند سال هستی؟ خودم 40 میایم که امسال بخیر 40 شدم نام خدا دامرت برکت و از سن 8 سالگی 7 سالگی است که ما اینجا آمدیم یعنی 7 سال 8 ساله بودیم که به مسلک آغاز کردیم کوچه کافروشی بله آدمی کوچه کافروشی دمی کوچه تو برات بگم که قدامت تاریخی همی کوچه از 300 سال 300 سال پیش بابا کلانای ما کلانا که میگفتن در کتابا که چاپ است این که قدامت کوچه است خود در رابطه به قدامت گوشت اگر بگوین گوشت که از همین دمی 30 سال 31 سال میشه که ما دمی گوشت هست این فصل زمستان دیگه ای تو ورد بگیم که میوه زمستان هست دیگه گوشت قاقلاندی باز در بار کس گوشت نیست از این پیش هم بوده که گوشت قاق بسیار خوب و فعلا هم بازارش گرم است دیگه چون فصل زمستان هست آره دیگه نو بخی شروع شده دیگه شده خدا میربان است نو آغاز شد بله آه بله چند سیر در زمستان خشک میکنین تا اینکه از آغاز زمستان تا آخر زمستان فروخته شه؟ او دیگه تعلق برای همشریای ما داره برای می بیپارای ما شما چطور ارزیابی میکنین که اینقدر باید ما خشک کنیم که فروخته شه اگر فروخته نشد باز شاید خودتان نوش جان کنین او غیب الله میفهمه هر کاری که بدارم پیشکی چی نمی غیب الله میفهمه مثال گپ میذاریم که هوای سرد باشه نام خدا زیاد جور میکنیم میبرن اگه کم باشه اون بوده کم کم جور میکنیم یعنی در هر سال در فصل زمستان چند سال چند سیر خشک میکنین تا اینکه فروخته شه ما دیگه به گوسفند براتون میگیم تا 800 تا 850 گوسفند هم خشک کردیم هم کمش تا 600 تا 500 نام خدا یعنی زیادتر خشک میکنین که مگه مثلا شارنو هم گوشت از ما میبرن دیگه و تلام از ما گوشت میبرن دیگه می از خارج که میان سوغاتی خارج کسین گوشت قاق هستک مثلا نمی کانادا که من از ما زیاد میبره یعنی از جمی برن به خارج گوشت قاق آ کرده خود می 10 کیلو 20 کیلو تا 30 کیلو رو کرده خود بردن کانادا آها بسیار خوب یعنی یک غذای بسیار معروف و مشهور است که طعم گرم داره بیشتر در فصل زمستان به می خاطر نوش جان میشه یکی از می غذای عنانات افغانستان دیگه نمی لاندی پلاو است لاندی پلاو امی لاندی پلاو بسیار مشهور است یعنی از گوشت قاق بیشتر که
آماده میکنن، همین غذای معروفش لاندی پلاو است. بله، همین لاندی پلاو. یکی شورباست، یکی لاندی پلاو. باز از شوربا هم کنه، باز لاندی پلاو باز بسیار خوش داره مردم. هم خوشمزه است، هم بسیار معروف است. بله، خصوصا که همین سر دیگه که پس میکنی، همین یک عطر تم بوی خاص داره. بله، واقعا. یعنی از گوشت قاق انواع غذاها زیاد آماده میشه. لاندی پلاو است و شورباست و شوله است. از لاندی چی چی پخته میشه؟ در شوله پخته میشه، در قابلی در لاندی در برند پخته میشه، شوروا میشه، همراه بانجان سیاه جور میشه، کده رواش در وقت رواش که میبره گوشت قاق پخته میشه، قرمه گوشت قاق رواش. چند غذا از لاندی پلاو جور میشه؟ قرمه گوشت قاق یعنی گوشت با رواش یک جای میکنن؟ بازی در گوشت امیرواشه، فقط توته توته میکنیم، در بین زیمن دازیم، برای یک ده دقیقه که تزی دم میتیم. این که دم داری باز میکشی که پنجه و قاشق نوجان کنید، که باز اونو باز میفهمی که تمزی کرده گوشت خاک چی رقم مزه میتیم. واقعا چی کیف میکنم، و او ترش مزه است؟ یا یک مزه خاص داره، یک جای میشن، میکس میشن با هم، یک غذای بسیار خوشمزه. شلغم شوروا، دیگه کده قابلی، شوله، دیگه این چیزا کده زی خوب مزه میده. تمام غذاهای خوشمزه دیگه از می گوشت قاق آمده میشه. دیگه سرچشمه میشه گوشت قاق لانی گوسفند است. گوشت تازه کدام قیمت است؟ نه نورده. بله. یعنی از گوشت قسمی که برادر دیگه ما فروشنده گوشت قاق بودن گفتن از گوشت تازه کرده گوشت قاق قیمت است. آخ خشک میشه، وزن خراب چی میکنه؟ حالا بانجارمی تازه رسه که خشکش میکنی یک پاو میشه. گیرم گوشت هم که از 2 کیلو 1 کیلو 900 گرم 1 کیلو قاق میته. وقتی که ما ایره بند میکنی نمک میزنیم که تو سعی کنی که مثل باران وارد یک یاو میته. همین چیزی که زاره و گوشت است مکمل میکشیشه. وزن خود بای میته. هم خاطر قیمت است؟ بله، وزنش که کم شد. مثلا اگه گوشت تازه کیلوی 450 رو باشه، اگه کته چیز حسابش کنی 1 کیلو 800 رو عین 700 750 رو براتون گفتم. کیلو 700 هم است. با فروشات ما 700 است، از ما به خاطر که نرخ ما پایین است که ما عمده کار میکنیم، گوسفند زنده میگیریم. اگر از قصابی بگیرن قصابی بلند تمام میشه برشان. قصابی یعنی از 700 هم بلند است؟ قصابی گوشت تازه رو بلند میته. اگر یعنی اگر شما یعنی قیمت دقیقش قیمت مناسبش هم 750 800 750 بله 800 750 750 افغانی بله. یعنی در جگره پایین نمیشه ان شاء الله بیخیم چیز آخرم باید چی که معنی همین نرخ آخرش نرخ مناسبش فاینالش همی 750 است، یعنی هر قدر که ما جگره بکنیم پایین نمیشه. شما که این پیسه میسد قیصرتان ها سلامت باشین. منظورم خودم نبودم، ما هم خوش دارم، اما فعلا نه بخیر برندگیش اتمن میایم. ما در خدمت انشاءالله. سلامت باشید، تشکر. خودم پیام خاص اگر داشته باشین. زنده و سلامت باشین، تشکر، سربلند باشین. زنده باشین همچنان، در کاربارتان برکت. بر خودتان همچنان. همیشه خوش بدرخ. سلامت باشین. سلامت باشین. خب دوستای عزیز، گفتنی ها و صحبت های هموطن عزیز را که یکی از فروشنده های گوشت قاق بودن را داشتیم و انشاءالله که در کاربارشان برکت بیفته، خوش و سرحال باشن، با جمله از تمام هموطنای عزیزم که در این ساحه مصروفیت دارن. واقعا یک کوچه بسیار پر جمع و جوش است، نام خدای قدر بیروبار است، قدر سر و صدا است که هر قدر که صحبت میکنیم بلندتر دیگه بازی که بلندتر صحبت بکنم تا اینکه بیننده های عزیز بفهمن، به خاطر اینکه بسیار سر و صدا است. و کوچه کافروشی یک کوچه بسیار معروف و مشهور قدیمی است که در قلب کابل موقعیت داره و قسمی که برادر ما یادآور شدن بیشتر از 300 سال قدامت این کوچه است. و نه تنها این که در این کوچه تنها گوشت قاق فروخته میشه و دکانهای مختلف است که نام خدا گفته یگان تا می بستلا یا میانه بگویم می شیر آدم میگن مثلا شیر مرغ جان شیر مرغ جان آدم بخوای در این کوچه پیدا میشه ما به دست میاریم. پس یک چند تصویر از این ساحه را بیننده باشین دوستای عزیز با ما باشین. هموطنان گرامی، کوچه کافروشی آمدیم، کوچه معروف و مشهور کابل قدیم. در رابطه با گوشت قاق معلومات حاصل کردیم، اینکه چگونه قاق میشه، طریقی قاق کردن گوشت چگونه است و چقدر وقت نگهداری میشه، قیمتش چند است، بیشتر معلومات حاصل کردیم. انشاءالله که از داشته های برنامه مستفید شده باشین و مورد پسندتان قرار گرفته باشه. باز هم بخاطر بهبود ساختن برنامه میتونین نظریات نیکتان را با ما شریک بسازین. در خدمت هستم. انشاءالله که خوش باشین، خندان باشین، همیشه کوشش بکنین در زندگی با زندگی مبارزه بکنین و همتتان را از دست ندین.
این بود گزارش امروز من، انشالله که خوشتان آمده باشد. تا گزارش بعد شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. همیشه شاد و موفق باشید. الله یار و نگهدار.